سلام، خسروی هستم، مدرس بیوشیمی دانشجویان داخل و خارج از کشور. امروز با مبحث هضم و جذب پروتئین ها در خدمتتون هستم که بیشتر دانشجویان توش مشکل دارن و میخوام این مبحث رو به زبان ساده هم رو با نکات کلیدی بهتون آموزش بدم. خب بریم سراغ مبحثمون. خب ابتدا از دهان ما شروع میکنیم. خب توی دهان در حقیقت ما آنزیم پروتئازی نداریم که بتونیم پروتئین های غذا رو در حقیقت تجزیه بکنه. پس بنابراین هضم پروتئین های غذا از معده میاد شروع میشه. خب بریم سراغ معده که هضم در معده به چه صورت هست. خب غذا از طریق مری وارد معده میشه و مخاط معده رو وادار میکنه به ترشح هورمونی به نام گاسترین. گاسترین میاد اثر میذاره روی سلولهای غده معده. چه سلولهایی؟ یکی سلولهای پاریتال سل هست یا سلولهای کناری هست و دیگری سلولهای چیف سل هست. سلولهای پاریتال یا کناری رو وادار میکنه به ترشح HCL یا اسید کلوریدیک، اما سلولهای چیف سل رو وادار میکنه به ترشح یک در حقیقت پروانزیمی به نام پپسینوژن که غیر فعال هست. اما خب این پپسینوژن چجوری در حقیقت فعال میشه؟ پپسینوژنی که به حساب ترشح شد توسط HCL میاد و یک بخشی از انترمینالش جدا میشه و تبدیل میشه به پپسین توسط البته HCL در ابتدا. اما بعد از اینکه یک مقدار پپسین در حقیقت تولید شد، خودش میتونه روی پپسینوژن اثر بذاره و در حقیقت پپسینوژن تبدیل بکنه به پپسین، که این فرایند رو بهش میگن فرایند اتوکاتالیتیک. آنزیم پپسین یک آنزیم اندوپپتیداز هست، یعنی پیوندهای پپتیدی رو درون زنجیره رو در حقیقت تجزیه میکنه. پس بنابراین توسط پپسین پروتئین های غذا میتونه تبدیل بشه به پلی پپتید به اضافه آمین اسید. اگه تا حالا آموزش براتون مفید بود خوشحال میشم که پست رو لایک کنی. اگر تا حالا هم سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن. اما هست در روده باریک ادامه پیدا میکنه و اینکه به این صورت هستش که ما محتویات در حقیقت معده ما که حال بهش میگن کبه در حقیقت معدی میاد وارد چی میشه؟ وارد ابتدای روده باریک میشه. خب وقتی که وارد ابتدای روده باریک شد، این محتویات معده ما، خب یکی اول اینکه پی اچش اسیدی هست. وقتی که پی اچش اسیدی هست، این باعث این میشه که مخاط روده باریک رو توی این منطقه تو ناحیه دودنوم وادار بکنه به ترشح هورمونی به نام سکرتین. سکرتین وارد خون میشه و بعد میاد اثر میذاره روی پانکراس و پانکراس وادار به ترشح بیکربنات میکنه. این بیکربنات میاد ترشح میشه و وارد دئودنوم میشه. در نتیجه این پی اچ اسیدی که محتویات در حقیقت می داشتن، این پی اچ در حقیقت خونسا میشه. خود این کم در حقیقت معدی حاوی آمین اسید هم هست. این آمین اسید ها چه کار میکنه؟ این آمین اسید ها باعث این میشن که در حقیقت مخاط روده باریک وادار بشه به یک ترشح هورمون به نام کولسیستوگنین یا پانکروزامین. این هورمون وارد جریان خون میشه و بعد وقتی که وارد جریان خون شد میاد روی پانکراس اثر میذاره و پانکراس وادار میکنه به ترشح پروانزیم ها، که این پروانزیم ها میان و از پانکراس وارد در حقیقت دودنوم یا روده باریک میشن، ابتدای روده باریک. خب ببینیم این آنزیم ها چیا هستن، این پروانزیم آنزیم هایی که از پانکراس میان ترشح میشن. خب ببینین، یکیش تریپسینوژن هست، پروکربوکسی پپتیداز هست، کیموتریپسینوژن هست، یکی دیگه پروالاستاز هست. اما چجوری اینا فعال میشن؟ ابتدا باید در حقیقت تریپسینوژن به فرم فعال خودش تبدیل بشه. اون این تریپسینوژن توسط آنزیمی به نام انتروپپتیداز یا انتروکینازی که متصل به غشا هست میاد و تبدیل میشه ابتدا این به تریپسین که در حقیقت فرم فعال هست و در حقیقت عمل کرد داره.
اما وقتی که تریپسین در حقیقت فعال شد میتونه روی خودش اثر بذاره، یعنی تریپسینوژن رو تبدیل بکنه مجددا به تریپسین، و اینکه این فرآیند خب فرآیند اتوکاتالیتیک میگن، و وقتی که تریپسین به اندازه کافی وجود داشت میتونه در حقیقت روی آنزیم های یا پرانزیم های دیگه که وجود داشتن اثر بکنه و اونها رو تبدیل بکنه به فرم فعالشون. یعنی چی؟ یعنی پروکربوکسی پپتیداز تبدیل بکنه به کربوکسی پپتیداز، کیموتریپسینوژن تبدیل بکنه به کیموتریپسین، پرولاستاز تبدیل بکنه به الاستاز. پس بنابراین تو این ناحیه پلیپپتید ها میان تبدیل میشن توسط این آنزیم هایی که فعال شدن به اولیگوپپتید ها و آمین اسید ها. اما خب هضم در روده باریک ادامه پیدا میکنه توسط آنزیم های آمینو پپتیداز و دیپپتیداز، که این آمینو پپتیداز و دیپپتیدازی که در روده باریک وجود دارن به فرم فعال هستن و باعث میشن که اولیگوپپتید ها بیان توسط این آنزیم یعنی آمینو پپتیداز و دیپپتیداز بیان تبدیل بشن به آمین اسید ها. خب حالا ما در حقیقت توی روده باریکمون چه محصولاتی رو داریم حاضر از هضم پروتئین ها؟ یه دسته خب اسید های آمینه هستن، دیگری یه سری دیپپتید و تریپپتید های حاوی پرولین و هیدروکسی پرولین هستن، و یا و همچنین دیپپتید ها و تریپپتید های حاوی بتالنی هستن مثل کارنوزین و آنسرین، و یه سری دیپپتید های دیگه دیپپتید و تریپپتید های دیگه هم وجود دارن. اما این هایی که دیپپتید و تریپپتید هایی که حاوی پرولین و هیدروکسی پرولین یا حاوی بتالنی هستن، اینها مستقیما وارد خون میشن، اما سرنوشت این اسیدهای آمینه و دیپپتید و تریپپتیدها چجوری هست؟ اول ابتدا در مورد جذب اسیدهای آمینه بگیم که ببینید ما وقتی که اسید آمینه خب حالا حاصل از هضم پروتئین ها در روده باریک به وجود اومد، خب این آمینه اسید باید جذب بشه، یعنی وارد چه جریان خون بشه. خب این به چه صورت هستش؟ خب ابتدا از قسمت لومنی روده باید وارد انتروسیت ها بشه و بعد اونجا هستش که وارد در حقیقت جریان خون بشه. پس بنابراین ما یک ناقل باید در سطح در حقیقت انتروسیت ها داشته باشیم. یک ناقل در قسمت چی هستش؟ در قسمت قاعده جانبی انتروسیت داشته باشیم که بتونه اون آمین اسید رو وارد چی بکنه؟ وارد جریان خون بشه بکنه. ناقلی که در به حساب باعث میشه که آمین اسید از لومن روده به سلولهای روده منتقل بشه، مکانیسمش انتقال فعال ثانوی هست به صورت هم انتقالی با سدیم هست. یعنی وقتی آمین اسید ما وارد میشه همراه با سدیم هم چی وارد در سلولهای انتروسیت میشه. اما ناقل بعدی که در به حساب باعث این میشه که آمین اسید ما از جریان از سلولهای روده به جریان خون وارد بشه، این توی قشای قاعده جانبی قرار داره با مکانیسم در حقیقت انتشار تحصیل شده هستش که آمین اسید رو از قسمت در حقیقت انتروسیت وارد جریان خون میکنه. اما این ناقلینی که در حقیقت در سطح لومنی روده وجود دارن 5 تا دسته هستن. یکیشون به حساب اسیدهای آمینه خونسای کوچک رو منتقل میکنن، دیگری اسیدهای آمینه خونسای بزرگ و آروماتیک رو منتقل میکنن، یک سریشون اسیدهای آمینه اسیدی رو منتقل میکنن، یک سری اسیدهای آمینه قلیایی و سیستئین رو منتقل میکنن، یک سری دیگه این نوع اسیدها و گلایسین رو چیه منتقل میکنن. اما توی توبولهای کلی هم همین حاملین وجود دارن و باعث بازجذب آمینه اسیدها میشن. اما جذب دیپپتید و تریپپتید ها چجوری هست؟ ببینید دیپپتید و تریپپتید به صورت هم انتقالی با یون سدیم منتقل میشن. خب این آمین اسید رو من به شما گفتم، اما دیپپتید و تریپپتید به صورت هم انتقالی با پروتون وارد سلولهای انتروسیت میشن. تو سلولهای انتروسیت توسط آنزیم هایی که وجود داره حقیقت اونها به اسید آمینه تبدیل میشن و آمین اسید ها هستش که توسط انتقال تصدیل شده هم وارد جریان خون میشن، که خب جریان خونش میشه ورید پورت هستش که مستقیما وارد کبد میشه آمین اسید ها.
اما یک چرخه دیگه هم وجود داره، یا یک سیستم انتقالی دیگه وجود داره به نام چرخه گلوتامین که باعث انتقال آمین اسید ها میشه. حالا ببینیم این در حقیقت مکانیزم یا این سیستم چجوری هست. خب این هستش که خب گفتیم باعث انتقال آمین اسید ها میشه. خب در کلیه ها این چرخه در حقیقت نقش داره و خب در بازجذب آمین اسید ها دخالت میکنه. همچنین توی یه سری بافت های دیگه هم هست، اما خب توی این کلی ها اهمیت پیدا میکنه. این چرخه خب آنزیم های متعدد داره، اما یکی از آنزیم هاش که آنزیم تنظیمی هم هست، آنزیم گاما گلوتامین ترانس پپتیداز هست که در به حساب توی غشا وجود داره و متصل به غشا هست. و خب این سیستم وابسته یا این آنزیم وابسته هستش به گلوتاتیون. حد واسطی که به وجود میاد حد واسطی به نام اوکسوپرولین هستش که تو این چرخه به وجود میاد و این چرخه پرهزینه هست. یعنی اگه ببینیم اینجا یک مولکول ATP، اینجا یک مولکول ATP دیگه و یک مولکول ATP دیگه اینجا داره مصرف میشه، پس بنابراین این چرخه پرهزینه هست و نیاز به 3 مولکول ATP داره. اما این چرخه نسبت به در حقیقت مکانیسم های انتقالی اسیدهای آمینه سرعت بالا و ظرفیت بالایی داره و اینکه پرولین توسط این چرخه منتقل نمیشه و توی اختلال انسدادی و الکلیز فعالیت گاما گلوتامین ترانسپپتیداز توی سرم افزایش پیدا میکنه. اما برسیم به این چرخه ببینیم چجوری در حقیقت آمین اسید رو منتقل میکنه. ببینیم ابتدا این قسمت در حقیقت قسمت لومنی هستش یا مجرایی هستش که آمین اسید وجود داره. این آمین اسید توسط آنزیم گاما گلوتامین ترانسپپتیداز میاد و به جزء در حقیقت گاما گلوتامین گلوتاتیون که یک تریپپتید هست ابتدا متصل میشه. پس وقتی که متصل شد به گاما گلوتامین گلوتاتیون، اون قسمت سیستین گلیسینش جدا میشه و گاما گلوتامین آمین اسید رو به وجود میاره. گاما گلوتامین آمین اسید میان منتقل میشه داخل سلول و در اونجا هستش که تجزیه میشه و آمین اسید میبینید رها شده و اون بخش گاما گلوتامین اومده تبدیل شده به 5-اوکسوپرولین. این 5-اوکسوپرولین ابتدا میاد به گلوتامات تبدیل میشه و بعد در حقیقت سیستئین هستش بهش متصل میشه، تبدیل میشه به گاما گلوتامین سیستئین و بعد گلیسین هستش که به این جزء در حقیقت متصل میشه و تولید در حقیقت گلوتاتیون میکنه مجددن که دو مرتبه میتونه یک آمین اسید دیگه رو چکار بکنه منتقل بکنه. ممنون از همراهیتون. مثل همیشه لایک و کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید. تا یه ویدیو دیگه خداحافظ و نگهدارتون باشه.